خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت در انجام آنچه میتوانست جلوی رنج بسیار مردم سوریه را بگیرد شکست خورده است. پاولو سرجیو پینهیرو رئیس این کمیسیون طی بیانیه گفت شکست شورای امنیت در اتخاذ خاتمه دادن به مصونیت تنها شرایط را وخیمتر میکند. گردانهای اپوزیسیون سوریه در حومه هما حمله نظامیان اسد به شهر موریک را در هم شکستند. در این عملیات انقلابیون سوری با منهدم کردن 3 تانک دشمن حداقل 14 تن از نظامیان اسد را به هلاکت رساندند. از سوی دیگر انقلابیون سوری در یک عملیات ویژه مقر اطلاعات نظامی رژیم اسد در جنوب هما را منهدم کردند. در استان درعا نیز گردانهای اپوزیسیون سوریه در چند جبهه به مواضع نظامیان اسد در حومه درعا تهاجم کردند و خسارات سنگینی به نظامیان اسد وارد کردند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. هیئت عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد نبردهای سنگینی در چند جبهه بین رزمندگان ارتش آزادی و نظامیان اسد و حزب الشیطان در اطراف شهر یبرود در جریان است و انقلابیون شب گذشته و صبح امروز با انهدام چند تانک و زرهی نظامیان اسد تپه‌های مشرف منطقه سهل‌الریما را به کنترل خود درآورده و خسارات سنگینی به دشمن وارد کردند. بمباران شهرها و مناطق مسکونی سوریه توسط نظامیان اسد امروز نیز به شدت ادامه داشت و شهرهای یبرود، حلب، حمص، درعا، هما و چندین منطقه در دمشق و حومیان با بشکه‌های انفجاری هدف قرار گرفت. تلویزیون الجزیره گزارش داد هواپیماهای جنگی رژیم دیکتاتور سوریه یک مسجد در حومه ادلب را در حالی که مردم در آن در حال برگزاری نماز جمعه بودند هدف قرار دادند. در نتیجه این عمل جنایتکارانه ده‌ها تن از نمازگزاران کشته و زخمی شدند. هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در دست نیست.